گرنی موجودی ماورا و طبیعه هستش که برای مدت طولانی زندگی میکرده کینه ای توی دلش داره که اونو وادار میکنه تا قربانیانشو به خاطر اشتباهات احتمالی مجازات کنه سلام رفقا من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم این ویدیو حاوی اسپویل از بازی اسلندرمن، اسلندرینا و سری بازی های گرانیه. قبل از دیدن این ویدیو یادتون نره لطفا. ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم پس اونم فالو کنید حالا بریم که داشته باشیم قبلا در مورد گرنی 3, 2 و 1 توی ویدیوی قبلی کامل توضیح دادم که میتونید از کارد بالای صفحه ببینیدش اگه قبلا دیدید پس میتونید برید سراغ انتهای ویدیو تا پایانهاشو بررسی کنیم. گرنی قدرت های ماورایی داره در حالی که مهم نیست قهرمان داستان از چه روشی استفاده کنه اون نمی میره اون بعد از لحظه ای بر برمیگرده. در فرهنگ سنتی و افسانه ها و موجودیت عام بهش میگن بانوی سفید پوش از طرف اونو موجودی نس و قدرتمند توصیف میکنن مرد رو میاره توی خونش و قبل از اینکه بکشتشون شکنجهشون میکنه و باهاشون بازی میکنه این مردها معمولا افرادی هستن که توی زندگیشون زنی رو آزار دادن این موجود میتونه یکی از همون زنانی باشه که مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زیر دست کسی که اذیتش میکرده مرده باشه که بعدش به عنوان روحی انتقامجو زنده شده عصبانیت و انتقامجویی او از مردانی که با زنی بدرفتاری کردن تحریک میشه برای همین گرنی به دنبال عدالت برای زنانی که نادیده گرفته شدن اگرچه فرهنگ عام شباعتی به داستان پشت پرده گرنی داره اما یه سری مغایرت ها هم وجود داره از اونجایی که نمیدونیم گرنی در حقیقت مورد سوء استفاده قرار گرفته یا نه و اینکه اون چطوری مرده و چطوری قربانیانش انتخاب میکنه اول بازی با بیدار شدن قربانی در خانه گرنی شروع میشه کسی که یادداشت و نوشته های قربانیان قبلی گرنی رو پیدا میکنه قهرمان داستان میفهمه که گرنی دوست داره با قربانیانش بازی کنه یه سری پازل اطراف خونه قرار داره در حالی که اونا به آزادیشون امید دارن بهشون پنج روز شکنجه روحی میده تا پازلها ها رو حل کنن که به گرنی اجازه میدن قبل از مرگ از لحاظ جسمی و روحی بهشون آسیب بزنه این دقیقا چیزی که ما از یادداشت‌های قربانیان قبلی میفهمیم قربانیا بهمون میگن که تکه های پازل اطراف خونه هستش که در نهایت میتونه به آزادیشون منجر بشه اما با گذشت روزها قربانی تسلیم میشه چون هر بار گرنی اونا رو میگیره یا با چماق میزنتش یا به اتاق برمیگردونتش با جستجوی بیشتر در خونه میفهمیم که این قربانی بیشتر از قبلی ها مقاومت کرده چون اسرار رو کشف میکنه که نباید میکرده او در مورد دختر گرنی که به زنجیر کشیده شده میفهمه و نوه گرنی اسلندرینا که به شکل شبه اطراف خونه پرسه میزنه و احتمالا دنبال بچشه. من چون در ویدیوی قبلی توضیح دادم الان تو این داستانها خیلی عمیق نمیشم بعد از پیدا کردن تدی خرسه که قربانی نباید پیداش میکرده گرنی همونطور که از چشمای قرمز و آتشینش مشخصه عصبانی میشه با قرار دادن این تدی خرسه داخل گهواره روح اسلندرینا ظاهر میشه تا به قربانی کمک کنه از خونه فرار کنه سه پایان اصلی وجود داره و چهارمی کمی تغییر کرده یکی از پایانا اینه که وقتی قربانی میخواد فرار کنه گرنی روبروی در با عبوحت خاص خودش ایستاده پایان بعدی اینطوریه که گرنی پشت سر قربانیه تا گیجش کنه اما قربانی از ماشین مونتاژ شده استفاده میکنه و فرار میکنه همه این پایان ها در مورد گرنی و داستان پشت پرده نمیگن علاوه بر اینا اون آسیب روحی دیده و دوست داره با قربانیانش بازی کنه مورد آخر اما در مورد اینکه اون از نظر ذهنی چی شده بیشتر بهمون به اطلاع میده در پایان چهارم ما میبینیم که گرنی روی پله ورودی نشسته در حالی که روح اسلندرینا پشت سرش نشون داده میشه و تدی رو داره نوازش میکنه چیزی که ما باید ازش مطمئن بشیم اینه که آیا اسلندرینا توی گرفتن و شکنجه قربانیان با گرنی همدسته و اگه اونا با هم برنامه ریزی میکنن قربانیان شانسی برای فرار دارن یا اینکه گرنی از حضور روح اسلندرینا خبر نداره این واضحه که روح اسلندرینا تدی خرسه رو نگه میداره و او خیلی بهش اهمیت میده و اون هر جایی که خرس باشه هستش یعنی میشه که این گهواره متعلق به تدی خرسه اسلندرینا باشه یا برای بچهشه اما تئوری به هر دو میخوره گرنی به نظر میرسه یک مادر بزرگ دوست داشتنیه که از اسلندرینا مراقبت میکنه. اسلندرینا داستان خودشو داره که شامل والدینش، شوهرش و بچهشه که به طور مختصر میگیم. ما فهمیدیم که اسلندرینا پدر و مادرش رو سال 1892 از دست داده وقتی که مادرش اسلندرینا و اسلندرمنو رو مسموم میکنه مشخص نشده که مادر غذای مسموم خودش رو میخورده یا نه اما در هر صورت اون توسط گیرنی گرفتار شکنجه های زیادی میشه کاملا مشخصه که گرانی خیلی مراقب اسلندرینا بوده همونطوری که آخر بازی تدی رو نوازش میکنه انگار که داره خاطرات اسلندرینا رو مرور میکنه اسلندرینا پشتش ظاهر میشه اما گرانی عکس عملی نشون نمیده که میتونه نشون بده گرانی کلا از حضور اسلندرینا خبر نداره گرانی خودش به نظر میاد به روشی مرده یا تحت تاثیر نیروی ماورایی قرار گرفته که باعث شده جاودانه بشه و با دنیای بیرون در ارتباط نباشه و باعث شده موجودیت نهایی اون اسیر کردن و شکنجه دادن مردها باشه در فصل دوم گرانی قربانی دیگهی در اتاق جدید بیدار میشه گرانی با موجود انتقامجوی ای همراه میشه به نام گرنپا گرنپا به جای چماق گرنی یک دیلم داره حالا هر دو با هم رو میگیرن و شکنجه میکنن مثل قبل تکای پازل برای قربانیانی که امیدی دارن اطراف خونه است همینطور به نظر میرسه که بعد از هر باری که قربانی فرار میکنه گرنی جاشو عوض میکنه شاید برای اینه که توسط مسئولین شهر دستگیر نشه برای همین اونا میتونن آدمها رو آزار بدن در خونه دوم قربانیان یک قفس و کودکی تغییر شکی افته که شبیه انکبوته پیدا میکنن بچه انکبوتی که گوش میخوره احتمالا گوشت خام قربانیان گرنی رو بعدا متوجه شدیم که به نوعی به اسلندرینا رب داره خیلی مشخص نیست که بچه توسط خود اسلندرینا خلق شده یا به طور طبیعی زاده شده اما خب به نظر میرسه این بچه توسط خود اسلندرینا و شوهر خوناشامش به وجود اومده احتمالا برای پر کردن جای خالی بچه اسلندرینا این احتمال وجود داره که خود اسلندرینا توسط موجودی نحس و بدشوم الهام گرفته شده باشه کسی که بهش میگفتن بانوی سفید پوش کسی که بچهش موقع زایمان یا بعد از تولد از دست داده و بعد در کمال اندوه به زندگیش پایان داده سپس اون در قالب روح انتقامجویی در جستجوی فرزندش دوباره زنده میشه به روش خودش هر کسی رو میگیره و به قتل میرسونه شاید اسلندرینا این موجود رو برای پر کردن جای خالی بچهش به وجود آورده باشه در هر صورت صدم زدن به بچه انکبوتی باعث میشه که اسلندرینا با چشمانی خونالود ظاهر بشه همچنین یک اختاپوس قولپیکر هم وجود داره که گرنی و گرندپا درستش کردن این حیولا به احتمال زیاد به عنوان نگهبانی برای قایق و مانعی برای فرار قربانیان درست شده در گرنی دو سه تا پایان اصلی وجود داره که نشون میده گرندپا و گرنی چقدر برای همه چیز آماده هستند میتونیم در بازی یک هلیکوپتر و یک قایق پیدا کنیم که خیلی هم کاربردی هستند کمی گیج کننده به نظر میاد که چطوری گرندپا و گرنی هلیکوپتر به دست آوردن اگه کاملا تصادفی نباشه و به خاطر شرایط بازی نباشه به نظر میرسه که گرندپا و گرنی نقش تاثیرگذاری دارن این احتمالا وجود داره که اونا فقط به خونه کسی حمله کردن از اونجایی که کلی تلویزیون و یک هلیکوپتر و یک قایق میبینیم احتمالا اون طرف خیلی دستش به دهنش میرسیده گرندپا و گرنی اونا رو کشتن و خونهشون رو گرفتن تا قربانیان بیشتری بگیرن و بکشند اما اگه خود گرندپا و گیرنی اینا رو درست کردن پس احتمالا اونا به نفید با بقیه مردم در ارتباطن کسایی که اون وسایل دیزاین و تولید کردن در پایان بعدی میبینیم که گرندپا توی ماشینی نشسته که نشون از نحوه کمین کردن اون و گرفتن قربانیانه همونطور که در یکی از پیامهای قربانیان دیده شده بود میتونیم نتیجه بگیریم گرنی در کمینی برای قربانیانی که در شب و تنها رانندگی میکنن هستش اون به نوعی جای برای تومه درست میکنه تا ماشینشون خراب بشه و بعد با چماقش اونا رو میزنه و میبردشون داخل ماشین و سمت محل جدید رانندگی میکنه برای همین جاش دائما عوض میشه داستان گرندپا برای اینکه کنار داستان گرنی و اسلندرینا قرار بگیره کمی پیچیده هستش گرنی در نتیجه این به وجود اومده که خودش قربانی یک سوء استفاده بوده و احتمالا مرده یا قدرت های و طبیعی به دست آورده همین باعث شده مدت زیادی زندگی کنه و جاودانه بشه او به عنوان موجود انتقامجو زنده میشه و مطابق تئوری مردانی که زنان آزار میدن شکنجه میکنه در بازی اول اون تنها بود و این تئوری مفهوم پیدا میکرد او همینطور به اسلندرینا اهمیت میداد و تدی خرسش رو پیش خودش نگه داشته بود چیزی که این تئوری رو تقویت میکرد این بود که اون به زنها اهمیت میداد اما حالا چطور گرندپا به این تئوری رب پیدا کنه و توی بازی گرنی یک کجا بوده اگه گرنی توسط یک مرد آسیب دیده بود احتمالا کسی که مرتکب این شده شوهرش بوده در واقع احتمالا پا واقعا همسر گرنی نبوده و یک آدم معمولیه مثلا برادر گرنی کسی که توسط گرنی زنده شده تا هدف اون رو دنبال کنه همچنین امکانش هست که گرنی شوهرش یا هر کی که آزارش داده رو کشته باشه و اونا رو به عنوان بردگانی ناگاه برای رسیدن به هدفش زنده کرده برای اضافه کردن گرندپا به این تئوری خیلی پیچیده میشه اما من دوست دارم ایده شما رو برای این تئوری بدونم و گرنی سه قهرمان داستان برخلاف دو سری بازی قبل خودش وارد خونه گرنی میشه. او متوجه دوربین مداربسته و پل متحرک دروازه میشه. اونا را نادیده میگیره و سعی میکنه وارد خونه بشه. وقتی به در میرسه، گرندپا بهش شلیش میکنه و بعدش توی زندان زندانی میشه. اونجا شخصیت ما اسکلتی پیدا میکنه. احتمالا برای قربانی قبلیه و دنبال راهی برای فرار بوده. ثابت شده که دیگه گرندپا و گرنی دنبال برقراری عدالت در برابر مردان سوءاستفادهگر نیستن. احتمالا بعد از این همه سال شکنجه دادن اونا به روش های خودشون عادت کردن و از عذاب دادن و کشتن آدما لذت میبرن حتی بیشتر از زمان گرنی یک که قربانی تدی رو بر داشت و اسلندرینا تصمیم میگرفت نجاتش بده میگذره اما گرنی اهمیتی نمیده و میخواد مرد رو شکنجه کنه در گرنی سه قهرمان مورد آزار و اذیت با روح اسلندرینا قرار میگیره که فقط زمانی متوقف میشه که برگرده به گهواره تدیخرسه درست مثل گرنی یک تا موقعی که این فیلم رو درست کردم توی گرنی سه فقط یک پایان نهایی وجود داره وقتی قهرمان موفق میشه فرار کنه گرنی و گرندپا بیرون خونه وایستادن به اطراف نگاه میکنن در حالی که روح اسلندرینا پشت سرشون ظاهر میشه این پایان به چیز خاصی اشاره نداره به جز اینکه گرندپا و گرنی فکر میکنن به خطر افتادن و خونشون رو عوض میکنن اگرچه در آخرش روش مردن خیلی جالبه وقتی گرنی قربانی رو داخل ماشین میذاره یک بمب اونجا میذاره در حالی که گرنی و گرندپا نزدیک ماشین وایستادن و این در حالی که بمب منفجر میشه به هر ستاشون صدمه میبینن دونستن اینکه گرندپا و گرنی جاودانه هستن باور اینکه اونا با انفجار بمب احتمالا میمیرن و کمی سخت میکنه اما چرا اونا عمدن به خودشون آسیب میرسونن یه مفهومی پشتشه نمیتونه فقط به خاطر خوشگذرانی باشه شاید راهی تا سعی کنن خودشون رو بکشن شاید بعد از این همه سال شکنجه و کشتن قربانیان دیگه از این کارا خسته شده باشن شمار قربانیانشون از دستشون در رفته و انگار براشون کافی بوده شاید گرنپا و گرنی دیگه بیشتر از این نمیخوان زندگی کنن اونا باید رنج و عذابی که هیچ وقت تموم نمیشه رو تحمل کنن و همیشه در حال نقش آفرینی برای عذاب دادن قربانیان باشن شاید یکم آگاهی توی گرندپا و گرنی مونده باشه اونا فهمیدن که به عنوان موجودات انتقامجو تناسخ پیدا کردن برای همیشه محکوم به عذاب دادن آدما هستن هرگز قادر به مردن نیستن و آرامشی ندارن ایده های خودتون رو در مورد پایان و پشت پرده این بازی در میون بذارید خب دیگه به پایان این ویدیو رسیدیم اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم تا ویدیوی بعدی روز خوبی داشته باشید